آیا تحصیلات برای موفقیت ضروری است؟ خیلی از ثروتمندها، بازیگران، کارآفرین‌های جهان اصلاً مدرک تحصیلی نداشتند، ولی به موفقیت رسیدند. اینجا ما برای شما نو بازیگر موفق بالیود را به معرفی می‌گیریم که تحصیلات را رها کردند و دانشگاه نرفتند. در ادامه این ویدیو جالب با ما همراه باشید. با سلام عرض ادب، خوش آمدید به کانال آریا تیوی. نو بازیگر موفق بالیود که تحصیلات را رها کردند و دانشگاه نرفتند. تحصیل یک از مهمترین بخش های زندگی هر فرد محسوب می شود. اما چه کسی گفته است که تحصیل برای رسیدن به موفقیت ضروری است؟ برخی از بازیگران موفق و درجه یک سینمای هند حتی تحصیلات مدرسه خود را تکمیل نکردند و برخی دیگر تحصیلات دانشگاهی را رها کردند. این بازیگران برجسته بالیود طی سالها با مهارت‌های شگرف خود در سینما مخاطبین را سرگرم کردند. اما این یک واقعیت است که آنها تحصیلات دانشگاهی و مدرک تحصیلی ندارند. این سلبریتی‌های موفق بهترین مثالی هستند برای این حقیقت که پیروی کردن از علایق شخصی بسیار مهمتر از پیروی کردن از جامعه است. در اینجا با این بازیگران مشهور بالیود آشنا می‌شویم. شماره 1، آلیا آباد. آلیا آباد یک از زیباترین و بامزه‌ترین بازیگر نسل جدید بالیود است. طبق گزارشات و اطلاعات موجود، این بازیگر جوان بعد از اتمام دوران مدرسه فعالیت بازیگری خود را آغاز کرد و بعد از بازی در فیلمی اولش دانش آموزان سال آنقدر درگیر کار و سینما شد که دیگر فرصتی برای ادامه تحصیل پیدا نکرد. در واقع آلیا آباد در خانواده سینمایی به دنیا آمده است و از همان کودکی رویای سوپر استار شدن را در سر داشت و به تحصیل و شغل دیگری فکر نمی کرد. شماره 3، کرینا کاپور. کرینا کاپور تحصیلات خود را در مدرسه دهرودان ویلان در بمبئی به اتمام رسانده است و بعد از آن وارد دانشگاه شد. 2 سال در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرد، اما این رشته را در نیمه را رها کرد و در دانشگاه دیگری برای تحصیل در رشته حقوق پذیرش گرفت. اما آن رشته را هم 1 سال بعد به خاطر ورود به سینما و فعالیت در عرصه بازیگری رها کرد. کرینا از کودکی همراه خواهرش کریشما سر صحنه فیلم برداری می رفت و از همان دوران می دانست که می خواهد یک بازیگر شود. شماره 4، دیپیکا پادوکون. این بازیگر توانمند بالیود با فیلم ام شانتی ام در مقابل شارخان وارد بالیود شد. دیپیکا پادوکون هم تحصیلات خود را به اتمام نرسانده است. او پس از تحصیلات مدرسه‌ای در دانشگاه ملی ایندرا گاندی برای تحصیل در رشته جامعه شناسی پذیرش گرفت، اما به خاطر در پیش گرفتن یک حرفه موفقیت آمیز در سینما درس و دانشگاه را در نیمه را رها کرد. شماره 4، کاترینا کیف. کاترینا کیف هیچ وقت به مدرسه نرفته است به خاطر اینکه خانواده کاترینا به طور مرتب به نقاط گوناگون نقل مکان میکردند. در خانه به او درس داده میشد. کاترینا همراه مادر و خواهر و برادرش به همه نقاط دنیا سفر کردند. او زمانی که 14 ساله بود مدلینگ را آغاز کرد و هیچ وقت دانشگاه نرفته است. شماره 5، آشواریا رای بچن. آشواریا رای در سال 1994 تاج بانوی شایسته جهان را بر سر گذاشت. او یک از بهترین دانش آموزان مدرسه بود. او بعد از اتمام دوران مدرسه در دانشگاه در رشته معماری پذیرش گرفت. اما بعد از گذشت مدتی به خاطر حرفش در سینما تحصیل را در رشته معماری نیمه کاره رها کرد. شماره 6، پریانکا چوپرا. پریانکا چوپرا بعد از اتمام تحصیلات مقطع متوسطه در کالج جیهین در بمبئی پذیرش گرفت، اما در سال 2000 بعد از برنده شدن عنوان بانوی شایسته جهان تحصیلات را کنار گذاشت و روی هدف اصلیش یعنی بازیگری متمرکز شد. شماره 7، سونم کاپور. او یکی از معروفترین فیشنیست های بالیود است. این بازیگر مطرح هم تحصیلات خود را تکمیل نکرده است. کاپور برای ورود به کالج پذیرش گرفت، اما خیلی زود دستیار کارگردان سانجی لیلا بانسالی برای فیلمی بلک در مسیر او قرار گرفت. او که این حرفه را دوست داشت تصمیم گرفت به جای تحصیل تمرکزش را روی حرفش قرار دهد و بعد از آن در فیلمی سواریا بازی کرد. شماره 8، کریشما کاپور. کریشما کاپور که در یک خانواده سینمایی به دنیا آمده بود در 16 سالگی وارد سینما شد. او بعد از تمام کردن کلاس ششم درس و مدرسه را رها کرد تا وارد حرفه خانوادگیش یعنی سینما و بازیگری شود. شماره 9، کاناگنا رانا.
کانال ناراناد بازیگر پرحاشیه سینمای هند در ابتدا تصمیم داشت وارد حرفه پزشکی شود، اما در کلاس 12 هم در تست های شیمی مردود شد و کلن ذهنیت خود را نسبت به این رشته تغییر داد و تصمیم گرفت مدلینگ و بازیگری را پیش بگیرد. و همین خاطر تحصیل را ادامه نداد و تمام تلاش و انرژی خود را صرف ورود به عرصه بازیگری کرد. دوستان عزیز، برای حمایت از ما کافیز ویدیو را لایک نموده، چنل ما را سابسکرایب و روی زنگوله فشار دهید تا از هر ویدیو جدیدی که ما اپلود میکنیم با خبر شوید. و همچنان دوستان عزیزی که میخواهند زندگی نامه بازیگران مورد علاقه ایشان را برایشان به معرفی بگیریم، نام بازیگر را در کامنت برای ما بنویسید تا ما بر سر وقت برای شما ویدیو درست کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارشان.